سلام، توفیق هستم از ایران. من از قوم عرب هستم. قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم مسلمان بودم. توی عزاداری ها، توی مراسم ها شرکت میکردم. خیلی وقتا صبح تا شب بود و شبا باید غذا آماده میکردیم برای صبح که مثلا نهار بدیم یا برای فرداش که شام میخواستیم بدیم و خیلی چیزهای دیگه. برای اولین بار وقتی با مسیح آشنا شدم، خب مسیح رو میشناختم از قبل، ولی اونجوری که باید نمیشناختم، چون توی اسلام مسیح شناخته شده هست به عنوان یک پیامبر. یک شب داشتم با یکی از اقواممون که خارج از ایران بود پیام میدادم، بعد اون شب واسم از مسیح گفت و اینا. خب و من میدونستم که خواهرم هم ایمان آورده و قلبشو به عیسی مسیح داده و من گفتم که اون وقتی اونو میبینم خیلی شاده و خیلی تغییر کرده و اصلا نسبت به اول خیلی زندگیش تبدیل شده. اون برای من از مسیح گفت و منم همطور که داشتم گوش میکردم خیلی واسم جالب بود اون چیزایی که داشت واسم از مسیح میگفت. تا صبح همینجوری ذهن من مشغول بود، اینکه اون چیزایی که میگفت، اینکه مثلا این همه سالها من پس خدا رو نمیشناختم، پس اگه خدا با من بوده من داشتم چجوری زندگی میکردم. تا اینکه گذشت، من بیشتر تحقیق کردم و واسه من PDF کتاب مقدس رو فرستاد. همین که کتاب مقدس رو خوندم و واسه هم خیلی چیزها روشن شد. اینکه مثلا دیدم که خدا خدای محبته، خدایی نیست که ما رو بترسونه، خدایی نیست که ما رو بدی ما رو بخواد، چرا که اون مثل پدرمونه، مثل پدر آسمانی. ما میتونیم اونو خیلی راحت صدا کنیم، خیلی راحت با اون باشیم، خیلی راحت با اون راه بریم، قدم بریم، همونطور که اون هر روزه با ما هستش. و برای من همه چیز عوض شد و خیلی مشتاق شدم که برم کلیسا، و ولی متاسفانه کلیسایی نبود که بخوام برم توی ایران. بعد به کتاب خونه ها می رفتم که مثلا می خواستم باور کنم که واقعا می تونم کتابی از حتی یک کوچکترین کتاب از مسیحیت پیدا کنم توی کتاب خونه ها، ولی اصلا نتونستم کتابی یا اون چیزی که به مسیحیت رب داره یا ارتباط داره رو پیدا کنم. بیشتر کتاب خونه ها رفتم، بعد سرچ کردم توی گوگل که کلیسایی هست از زمانهای قدیم، چه کلیساهایی هستش و چه کلیساهایی بوده. کلیساها رو پیدا کردم و راجعشون خوندم، اینکه چه کلیساهایی که توی زمانهای قدیم توی ایران بوده، ولی خب الان امکان این نیست که تو بخوای به کلیسا بری توی ایران. و خیلی چیزهای دیگه شنیدم و گفتم اگه واقعا این چیزی که حقیقت داره حقیقت داشته باشه، پس چرا توی دسترس ما نبوده و توی این چند سال ما نتونستیم اونو توی خیلی راحت مثلا بریم یه کتابی بگیریم بخونیم یا اون چیزی که حقیقت داره رو برسیم. هر کسی حق انتخاب داره و میتونستیم که خیلی زودتر به این حقیقت برسیم، ولی خب اون روز خدا خواست، اون شب خدا خواست که من با اون اقواممون، و مطمئنم که کار خود خداوند و عیسی مسیح بوده که واسم اون چیزها رو تعریف کنه و منو به اون چیز، به طرف خداوند هول بده. و خیلی کنجکاو تر شدم که به سمت خدا برم و بیشتر تحقیق کنم. به شک افتاده بودم و خیلی شهادت ها هم شنیده بودم از قبل و خیلی برنامه های مسیحی رو دنبال میکردم به صورت آنلاین یا به صورت ویدیوهایی که واسم میفرستادن. خیلی شهادت های زندگی ها رو شنیده بودم که چه زندگی هایی توسط عیسی مسیح خداوند
تبدیل شده بود و این من رو لمس کرده بود، اما من هنوز به شک بودم، نمیدونستم یا این ترس رو داشتم یا چی رو داشتم. یک شب که رفته بودیم بازار یک صلیبی رو دیدم که واقعا احساس کردم که یه نشونه برای من، و بدونی که من بدونم اون نزدیکم که بود خواهرم واسم اونو هدیه گرفت بدونی که من متوجه بشم. بعد یه شب که خونشون بودیم خواهرم داشت با اقواممون حرف میزد، چون خواهرم ایمان آورده بود. بعد من توی اتاق بودم، توی تنهایی بودم، و وقتی که صدای اون اقواممون رو شنیدم یه چیزی منو به اون سالون کشوند و خواهرم همونجوری که روی مبل نشسته بود، من اون کنار مبل بی اراده نشستم، زانو زدم و اون لحظه چشامو بسته بودم. اونا گرم صحبت بودن که من یهویی زانو زدم و گفتم میخوام خودم رو تسلیم خداوند کنم. موقعی که اون اقواممون این چیزو از من شنید خیلی شوکه شد و گفت هللویا و خدا رو شکر که خدا اینجوری کار میکنه با فرزندانش و حواسش به ما هست. اون شب که ایمان آوردم زندگیم خیلی احساس کردم که یه آدم تازه شدم، احساس کردم که یکی دیگه هستم، و من توی اسارت و ناامیدی بودم تا اینکه مسیح رو شناختم و اون زندگی منو تبدیل کرد و من آزاد شدم و الان آرامش دارم، خدا رو شکر. قبل از ایمان به مسیح زندگیم خیلی پرآشوب بود، پر از سختی بود، پر از اسارت بود و هیچ وقت آرامش نداشتم، ولی وقتی که مسیح رو شناختم تونستم به اون چیزایی که به اون آرامش، به اون محبت، به اون شادی برسم. زندگیم تبدیل شد، اینکه شادی، محبت و آرامش، آرامش مهمتر از همه چیز، آرامش به زندگیم اومد و خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح هر روزه با من هست، هر روزه با من راه میره، هر روزه با من قدم برمیداره و من مسیرم رو انتخاب کردم و اونم عیسی مسیح است. به عنوان یک مسلمان واسم سخت بود که بخوام خب دینم رو عوض کنم، چون خانوادم و اقوامم و خیلی های دیگه خب اینا نمیخواستم بپذیرم، ولی خب با همه اون اتفاقا و مشکلات بالاخره خدا رو شکر میکنم که تونستم قلبم به مسیح بدم و اون من رو لمس کرد تا من بتونم اونو بشناسم و بهش ایمان بیارم. الان احساسم با مسیح خیلی خوبه و خدا رو شکر میکنم. تو چند تا کلیسا هستم، دارم خدمت میکنم و از تمام قلبم این خدمت رو میکنم برای خداوند و خادم خداوند هستم.